سلام علیکم شاگردان نهایت عزیز به یک دیگر از درس‌های مضمون بیولوژی تان خوش آمدین امیدوار که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین شاگردای عزیز ما و شما روز قبل فصل چهارم بیولوژی صنف 12 ام که عضلات بود با هم دیگه آغاز کردیم امروز درباره لغزش علیاف عضلاتی یا حرکت عضلات علی... رشته های عضلاتی ما و شما بحث میکنیم خب شاگردان عزیز ما و شما میفهمیم که یکی از خصوصیات مهم موجودات حیوانات چی هست کردن است چی میکنه حیوانات یکی از صفات مهمش که ما شما مشناسیم حرکت سری دارن و قابل درک است خب این حیوانات حرکتشان به چه شکل صورت میگیره توسط انقباض و انبساط عضلات اسکلتی شان عضلات اسکلتی انقباض و انبساط انجام میده و در نتیجه سبب حرکت حیوانات میشه حال این انقباض انبساط ها ما شما روز قبل خواندیم که رشته های عضلاتی چی هسته برخلاف همدیگه عمل میکنه یا عضلات عضلات متضاد هستند رشته های عضلاتی که برخلاف دیگه عمل کرد دارن و انقباض یکی سبب انبساط عضله دیگر میشه خب اگر این حالت موجود نباشه یعنی یک عضله عضله دیگر انقباز نته و سبب انبساط عضله دیگه نشه پس حرکت موجود زنده چی میشه ناممکن میشه یعنی زمانی که مثلا پای ما و شما قاد شوه پشت ران ما و شما چی میکنه انقباض میکنه ولی اگر پس عضله پیش ران ما و شما پس انبساط نکنه سبب انبساط عضله پشت ران ما نشه چی میکنه پس پای ما و شما راست شده نمیتونه خب ما شما خواندیم که رشته های عضلاتی از تشکیل شده از رشته های به نام مایوفیبریل رشته های عضلاتی از رشته های به نام مایوفیبریل تشکیل شده که این مایوفیبریل ها در خود رشته های پروتئینی داره که ما بر ازو میگیم مایک مایوفلامنت 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 ها از پروتئین های به نام اکتین و مایوسین تشکیل شده رشته های اکتین نسبت به مایوسین چیست تر است و رشته های مایوسین چیست تر است خب رشته های اکتین و مایوسین بالای همدیگه لغزش میکنه یعنی حرکت میکنه بالای همدیگه و در نتیجه سبب انقباض و انبساط یک ازاله میشه خب این میکانیزم که ل... رشته های اکتین و مایوسین بالای همدیگه حرکت میکنه به چی نحوه است اولا مثلا زمانی که ما و شما یک سطح داغ یا یک سطح تیز حس کنیم با دست خود دفعتا دست خود چی میکنیم جمع میکنیم اولین کاری که چی میشه رشته های حجرات عصبی ما و شما حجرات حسی پیام میگیره از همو قسمت آخ توسط آخزه ها چی میگن همو پیام میگن مثلا سطح داغ لمس نکنید دست معاجل چی میشه جمع میشه امی میکانیزمی که دست معاجله معاجل منقبض میشه و سبب جمع شدن دست ما میشه امی میکانیزم چی هست حرکت اکتین بالای میوسین است خب پیام عصبی وقت تشکیل شد از طریق حجرات حسی اعصاب ما و شما میرسه به رشته های عضلاتی در رشته های عضلاتی در مو قسمتی که رشت حجرات حیسی اعصاب ما با حجرات عزلاتی یا رشته های عضلاتی وصل هست در مو قسمت یک ماده به نام استیل،, استیل کولین تولید میشه استیل کولین چی میکنه به غشای حجروی میبخشین در پوشش رشته های عضلاتی در پوشش رشته های عضلاتی چی میکنه کانال های را تشکیل میته حفره های را میسازه که از این حفره ها آیون سودی هم به داخل حجرات عضلاتی نفوذ میکنه توسط ازی کانال ها آیون سودی هم به داخل حجرات چی میگیره حجرات عضلاتی نفوذ میکنه زمانی که به حجرات عضلاتی رسید غشای حجربی آیون سودی میگیره و در نتیجه چارچ برقی تولید میکنه این چارچ برقی به داخل حجره می و در مرکز حجره به با بالای اندوپلازمیک ریده کولم حجره ازالاتی تأثیر میگذاره و در نتیجه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریده کولم چی میکنه جدا می که این ای آیون کلسیم چی میکنه بالای رشته های اکتین و مایوسین بالای پروتین های اکتین و مایوسین چی میکنه تأثیر مندازه و در نتیجه سبب لغزششان بالای همدگه میشه یا سبب حرکتشان بالای همدگم میشه که ما امی میکانیزم چی میگم؟ میکانیزم لغزش علیاف میگم اگر یادتان باشه در بیولوژی سنف دهم ده شما خواندین که یکی از وظایف مهم کلسیم چی بود؟ تنظیم پتانسیل اعصاب بود اما پتانسیل در حقیقت امی است که کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و بالای اکتین و تاثیر میندازه و در نتیجه سبب لغزش الیاف میشه اگر امی آیون کلسیم کلسیم در وجود ما شما کم باشه سبب شخی عضلات میشه مثلا بعضا دست ما شما جمع میشه و در ثابت سا... باقی میمونه پس دوباره رو را را راست کرده نمیتونین در اثر کمبود کلسیم در وجود ما شما است خب حالا رشته های اکتین بالای میوسین زمانی که حرکت میکنه امی میکانیزم ما برش میکانیزم لغزش الیاف یا میکانیزم لغزش ازلاتی رشته های ازلاتی خب حال امی میکانیزم زمانی که ما شما بحث کردیم میکانیزم زمانی که انجام میشه نیاز به انرژی داره بدون انرژی خب طبعا که فعالیت انجام شدنی نیست یعنی رشته های ازلاتی من قبض منبسط شده نمیتانه خب این انرژی را حجرات عضلاتی از کجا میکنه از طریق تنفس حوازی و غیر حوازی یعنی از طریق تنفس حجروی به دست میاره به شکل ATP تولید میکنه ادینوزین ترای فاسفید به شکل ادینوزین ترای فاسفید تولید میکنه و زمانی که حالت استراحت است زمانی که رشته ها اندوپلازمیک هم کلسیم تولید کرد و رشته های اکتین و میوسین بالای همدگر لغزش پیدا کرد زمانی که پس امو از سطح داغ دست ما و شما جمع شود چی میشه؟ پس حجرات ما حالت استراحت میره دست ما و شما راست میشه و عزلی ما پس منبسط میکنه امی حالت منبسط که شد در حالت استراحت برش میگیم که دمی حالت این انرژی به شکل غیرفعال در داخل حجرات ذخیره میباشه به شکل غیرفعال چون نیاز حجرت به او نداره بعد از اینکه پیام عصبی یعنی پیام عصبی که به شکل پیام برقی به داخل حجره میرسه و به اندوپلازمیک ریدیکولم رسید و کلسیم آزاد ساخت زمانی که کلسیم آزاد شد دفعتا این انرژی که حالت غیر فعال داشت به حالت فعال تبدیل میشه زمانی که به حالت فعال تبدیل شد سبب انقباض عضلات ما و شما میشه خب در حالت استراحت حجرات عضلاتی چی میکنن؟ ATP یا ادینوزین ترایفاسفیت زیاده را در حجرت تولید میکنن و در حجرت در رشته های عضلاتی چی میکنن؟ ذخیره میکنن. در حالت استراحت حجرات عضلاتی ATP زیاد تولید میکنن و در رشته های عضلاتی چی میکنن رو ذخیره میکنن زمانه که عضلات ما و شما منقبض شود چی شوه این انرژی زود لازم است و زود باید به با قرار بگیره خب زمانی که انقباض صورت میگیره مثلا دست ما و شما جمع میشه از عضله ما انقباض میکنه دمی حالت این ادینوزین تری فاسفیت یک مولکول فاسفیت از اون تجزیه میشه به ادینوزین دای ت... تبدیل میشه و انرژی بیشتر را به عضلاتی تولید میکنه خب این از مکانیزم حرکت رشته های عضلاتی بود که سبب انقباض عضلات ما و شما میشه و سبب به وجود آمدن حرکات مختلف در حیوانات میشه حال دوستای عزیز امی میکانیزم ها یا امی حرکات ما و شما چی ارادی باشه چی غیر ارادی باشه به با یک شکل باید تنظیم شود این تنظیم توسط چی صورت میگیره توسط سیستم عصبی ما و شما سیستم عصبی ما و شما بالای تمام فعالیت های بدن از رشد و نمو گرفته تا تکسر تا با وجود آمدن احساسات مختلف تا حرکت های ارادی و غیر ارادی ما شما تا حرکت های ارادی میبشین چی است بالای تمام از این سیستم عصبی ما چی داره کنترل داره بالای تمام فعالیت های بدن خب سیستم عصبی مرکز است برای حفظ افعال شعوری برای حفظ افعال شوری مثل گب زدن مثل خندیدن مطالعه کردن و امثال هم تمام افعال شوری یک موجود برای حفظ از سیستم عصبی مرکزش است و همچنان جذبات مثلا حالت خوشی غم یا احساسات مختلف و همچنان تفکر فکر ما و شما که عزیب به مقاصد مختلف برای درس خواندن و غیر استفاده میکنیم خب سیستم عصبی از حجرات تشکیل شده به نام نیرون حجرات عصبی را ما به نام نیورون میگیم و نیورون چی است واحد اساسی ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی است که سیستم عصبی ما و شما از میلیون ها نیورون تشکیل شده این نیورون ها هر نیورون زمانی که یکیش از بین بره پس دوباره تشکیل شده نمیتانه به همین دلیل است که اگر سیستم عصبی یک شخص صدمه ببینه احتمال از که چی شوه یاد فراموشی پیدا کنه بسیار زیاد است یعنی حالت های گذشته را به یاد نیاره بسیار زیاد است چرا به خاطر که حجرات عضلاتی از عصبی از بین رفته و دوباره تشکیل شده نمیدانه خب هر نیرون به ش... نظر به وظیفه شکل و ساختمان و اندازش متفاوت است نظر به وظیفه شکل نیرون اندازه نیرون چی است متفاوت است بعض نیرون ها کوچک است و بعض نیرون ها طویل و بزرگ است در کل یک نیرون از سه قسمت تشکیل شده سل بادی یا جسم حجروی که در اینجا تمام ارگانیل های حجروی و هسته موقعیت داره سایتوپلازم موقعیت داره دندرایت است که مثل شاخه های درخت چی را میگیره پیام ها را میگیره و آکسون است که یک میله طویل است که پیام ها را انتقال میده که ما و شما ان در, در, در درس های آینده خود اینا را مفصل مطالعه میکنیم خوب شاگرد عزیز درس امروز ما در همه جا با پایان میرسه شما را به الله بنیاز میسپارم موفق و مهیت باشین الله نگهدار